زندگی در واقع ابراهیم میشه گفت یک تراژدی بود، یک تراژدی. درد منصفی فرق نبوده، درد منصفی شاعر بودن بوده. رو شواهد که بیان میکنه که خودکشی کرده. البته ایشون در طول زندگی بارها و بارها به دفعات خودکشی کرده، شاید از این بابت میشه گفت رکورددار خودکشی در جهانه. و من یه طبیب بودم قطعا. بیشتر از پوزام سالی هر دبرای موسیقیه امام و پیغمبر هنر شهر ما. بابا نگاه کن، نگاه کن گوشاده بابا، این فکر الان تو سالن ما بردم اجرا کنی، نه اینجوری نگاه کن. آدم تو اون خطه وقتی که اومده این با این ساز آشنا شده، اولین اتفاقی که افتاده براش ریتم رو، ریتم خودش رو، ریتم فرهنگ خودش رو، ریتمی که از طبیعتش احساس میکرده، این ریتم رو وارد این ساز کرده که قبلا نبوده. ساز گیتار به عنوان یک ساز عمومی به قول زنده یاد حسن کرمی، اینجا رو ما میتونیم بگیم گیتارستان. یعنی شما اگر هرمزگانی باشی و ترانه از منصفی رو باز گیتار نخونی، چه هرمزگانی نیستی حتما. اینه که هر شب که میشینیم میگن حالا اگه ابراهیم منصفی بود اینجا، اون گوشه جاش خالیه، یکی میگه این گوشه، یا مثلا نیست موبایلی که دکمش فشار نده بدن و ترانه منصف نباشه توش، اینا نه، اینا همه تجدید خاطره هست. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، و وقیده من منصفی نمورده. تو با اون آهنگ ها داری زندگی میکنی، پس چه فرق میکنه که بگیم که منصفی زیر بار خاکا رفته به قول خودش، یا رها شده مثل یک پرنده. یک چیز محکمی از خودش جا گذاشته تو اون خاک که به این راحتی تکون نمیخوره. مطمئنم اگر که بود و میدیدنش از نزدیک شما شیفته تر میشه. سنگی صبور رفت. موا برم تنا باشم، تنا فقط واسای خو، ساعت تلخ رفتنه به خوب فهمم غای خو، دو روز تلخ زندگی قصه یه تلخ مردنه، امید یک روز زندگی دنبال خوبا گر بردنه. ای دل دیگه گولم مزن، به بشت گولت ناخرام، برگشتی نی 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 سفر، دنبال خوبی تو ناخرام.